خلاصه یک کتاب چرا تا به حال کسی اینها رو به من نگفته بود، اثری از جولی اسمیت، از کانال آموزشی انگیزشی لیلو ماجویا. هیچ آدمی همیشه خدا خوشحال نیست. بالا پایین شدن خلق و خو اتفاقیه که هر آدمی اون رو توی زندگیش تجربه میکنه. اما بعضی وقتها که مود پایین موندگار میشه یا به طور مکرر اتفاق میفته، آدمیزاد فکر میکنه این اتفاق به خاطر سیمکشی های مغزشه یا به خاطر اینه که هیچ کنترلی روی احساسات دردناکش نداره. با این حال من، یعنی دکتر جولی اسمیت، به عنوان یک روانشناس بالینی با تجربه اینجام تا بهت نشون بدم که برخلاف این تصور اشتباه، تو روی احساساتت کنترل داری و میتونی روی اونها تأثیر گذار باشی. توی این کتاب قرار از استراتژی هایی برات بگم که بهت کمک میکنه سلامت روان خودتو توی زندگی روزمره حفظ کنی. من بهت نشون میدم که بیشتر از اون چیزی که بهت گفتن روی سلامت روان خودت کنترل داری. توی این خلاصه کتاب با بعضی از مهمترین و در دسترس ترین استراتژی ها آشنا میشی که با استفاده از اونا میتونی انعطاف پذیری خودتو افزایش بدی و در طول زمان توانایی بهتری برای مدیریت خلق و خوی خودت به دست بیاری. در واقع وقتی با خوندن این کتاب متوجه بشی که دستیابی به سلامت روان اونقدرها هم دور از دسترس نیست، ممکنه با خودت بگی چرا هیچ کس قبلا اینا رو بهم نگفته بود. توی خلاصه کتاب چرا تا به حال کسی اینها رو به من نگفته بود، به پرسش های زیر پاسخ داده میشه. چطور میتونی از تبدیل استراب به وحشت جلوگیری کنی؟ کلید ایجاد اعتماد به نفس چیه؟ چرا وقتی حالت بده نباید فکر کنی که سرباز بقیه هستی؟ فصل اول، با آگاهی از نحوه ایجاد احساسات میتونی اساسی ترین گام رو برای دستیابی به سلامت روان برداری. وقتی من با بیمارانی کار میکردم که دائما مود پایینی داشتن، متوجه یه الگوی فکری رایج شدم. در واقع بیمارانم بیشتر وقتا فکر میکردن مود پایین اونا از ناکجا آباد میاد یا اینکه مغزشون مشکل داره که مدام دچار چنین حالتی میشن. اونا فکر میکردن که بقیه آدما از شکم مادر شاد متولد شدن. این باورها مانع از این میشد که کنترل سلامت روان خودشون رو به دست بگیرن. حالا که از مود پایین و باورهای غلط رایجی که در مورد اون وجود داره حرف زدیم، بهتره یه نگاهی به این بندازیم که مود پایین یا خلق و خوی بد چطور به وجود میاد. بذار با مثال برات توضیح بدم. فرض کن ضرب العجل پروژت خیلی نزدیکه و برای اینکه بتونی پروژه رو به موقع تحویل بدی تا دیر وقت مشغول کار بودی. به هر حال بالاخره کار تموم میشه و تصمیم میگیری بخوابی. اما اونقدر خسته ای که یادت میره مثل همیشه قبل از خواب یه لیوان آب بخوری. از طرف دیگه هنوز استراب ضرب العجل توی ذهنته و به خاطر همین نمیتونی درست بخوابی و کل شب رو توی تخت خواب غلط میزنی. بالاخره به زورم که شده با بیقراری به یه خواب سبک میری، اما همین لحظه آهنگ هشدار گوشید که صداش تا چند تا خونه اونورتر هم میره زنگ میزنه و از خواب میپری. حالا صبح شده و تو عصبانی، خسته و با بدنی که هدف ترشح بی امان هورمون‌های استرس قرار گرفته از خواب بیدار شدی. بخوام خلاصه بگم توی مود بدی هستی. خیلی راحت میشه دلیل مود بد رو توی چنین شرایطی فهمید، مگه نه؟
بوده بعد تو از ناکجا آباد ظاهر نشده، بلکه به خاطر این به وجود اومده که دچار استرس، کم خوابی و کم آبی هستی. البته همه بدخلقی ها به خاطر یه شب غلط زدن توی رخت خواب و کم آبی به وجود نمیان. با این حال نکته مهمی که در مورد خلق و خوی بد باید بدونی اینه که عوامل مختلفی میتونه به چنین احساساتی منجر بشه و مهمتر این که تو میتونی روی این عوامل تأثیر گذار باشی. اگه مود پایینی داری به خاطر این نیست که مغزت مشکل داره، بلکه به خاطر اینی که به احتمال زیاد داری یه نیاز برآورده نشده رو تجربه میکنی. با این اوصاف اولین قدم برای تسکین بدخلقی مداوم اینه که در مورد این نیازهای برآورده نشده فکر کنی. شاید خوبه بدونی من به بیمارام یاد میدم از خودشون سوالاتی بپرسن که بتونن اون چیزی رو که توی بدن و ذهنشون میگذره کشف کنن. در نتیجه با این تمرین بهشون کمک میکنم در طول زمان آگاهی خودشون رو از نیازهای برآورده نشدهشون افزایش بدن. وقتی من و بیمار افکار، رفتارها و عوامل استرس‌زای محیطی رو که به خلق بد بیمار منجر شده تجزیه و تحلیل می‌کنیم، بیمار می‌تونه شروع به رفع نیازهای برآورده نشدهش کنه. حالا سوال اینجاست که چه سوالاتی باید از خودت بپرسی تا بتونی به جریان ذهنی و جسمی خودت آگاه بشی؟ این سوالا شامل چنین مواردی میشن. وقتی دچار مود پایین میشی دقیقاً به چه چیزایی فکر میکنی؟ این افکار چه زمانی ظاهر میشن؟ همزمان با مود پایین چه علائم جسمی و فیزیکی رو تجربه کردی؟ توی هفته‌ای که در نهایت به مود پایین ختم شد چه کارهایی انجام دادی؟ اینها همون سوالاییه که میتونی از خودت بپرسی. آینده نگری عاطفی یه مهارت با ارزشه که لزوماً نیازی به روان درمانی نداره و میتونه خارج از مطب درمانگر هم شکل بگیره. توصیه من اینه که یه دفترچه مخصوص تجربیات مثبت و منفی داشته باشی و جزئیات افکار، عواطف، علائم فیزیکی و شرایطی رو که به چنین تجربیاتی منجر شده داخلش بنویسی. این کار به تدریج بهت کمک میکنه متوجه الگوها و عوامل مشخصی بشی که توی ایجاد حالتهای روحی و خلق و خوهای متفاوت نقش دارن. این تمرین آگاهی از احساسات بهت کمک میکنه بعضی از دلایل بدخلقی رو که به راحتی میشه رفعش کرد پیدا کنی. مثلا ممکنه وقتی داری تو یکی از رسانه‌های اجتماعی میچرخی متوجه بشی که مدام به خودت میگی من خیلی بدبختم، من هیچ دستاورد توی زندگیم ندارم. این تشخیص بهت یه سرنخ عملی میده که چطور میتونی از شر بدخلقی و احساسات منفی ناشی از این کار خلاص بشی. در واقع بهت میگه که صرفاً باید برنامه هایی رو که این حس رو بهت میده از روی گوشید پاک کنی، یا افرادی رو که دنبال کردنشون باعث چنین مقایسه های بیهودهی میشه دنبال نکنی. حالا نکته اینجاست که متاسفانه آگاهی از نحوه شگیری احساسات باعث وضوح همه عواطف منفی و دردناک نمیشه، یا اینطور نیست که برای رفع همه اونها یه راه حلی توی چنته داشته باشه. بعضی از مشکلات پیچیده ترن و ممکنه به کمک حرفه‌ای نیاز داشته باشن که هیچ اشکالی هم نداره. با این حال اگه تو گرفتار چنین مشکلات روحی پیچیده‌ای شده باشی، افزایش آگاهی از احساسات و منشأ اونا میتونه همچنان به خودت و درمانگرت برای بهبود خلق و خوی تو کمک کنه. در نهایت یادت باشه که احساسات فقط توی ذهنت نیستن،
بلکه توی جسم، شرایط زندگی، گذشته و حال و موقعیت هایی که خودت رو در معرض اون قرار میدی تأثیر گذارن. در واقع هرچه بهتر بتونی عوامل شکل دهنده عواطف مختلف را بشناسی، راحت تر میتونی بفهمی چه کاری از دستت برمیاد و چه تغییراتی میتونی انجام بدی تا از ایجاد مود بد جلوگیری کنی. فصل دوم، با تمرکز روی تصمیماتی که به اندازه کافی خوب هستند، خلق بد رو به خلق خوب تبدیل کن. یکی از دلایلی که دچار مود پایین میشیم و توی این حالت روحی آزاردهنده گیر میکنیم اینه که حالات روحی دردناک میتونه مانع از تصمیم گیری های درست و خوب بشه. در واقع وقتی ما احساس ناراحتی میکنیم دنبال تسکین فوری هستیم. به خاطر همین تصمیماتی میگیریم که معمولا توی دراز مدت به نفع ما نیست. در واقع همین حس نیاز به تسکین آنی هست که باعث میشه به جای خوردن یه وعده غذای سالم و مقوی سراغ غذاهای ناسالم بری، یا به خاطر استرس به محل کارت زنگ بزنی بگی مریضی و امروز نمیتونی سر کار بری و در نتیجه بار کاری امروز تو به خود آیندت پاس بدی. با این حال لحظه ای که متوجه میشی اصرار داری تصمیم آسون تر رو بگیری، احتمالا خودت رو به خاطر این انتخاب اشتباه سرزنش میکنی. در نتیجه بیشتر ناراحت میشی و به این ترتیب توی چرخه مود پایین گیر میفتی. حالا سوال اینجاست که چرا وقتی معمولا میدونی تصمیم درست چیه باز هم نادیدش میگیری و میری سراغ تصمیمات آسون تر؟ یکی از دلایلش اینه که رسیدن به تصمیمات درست کار آسونیه، اما عمل کردن اونا به این راحتی ها نیست. در واقع باید بپذیری که حاضر شدن و سر کار رفتن خیلی سخت‌تر از قایم شدن زیر پتوه، مخصوصا وقتی که روحیه خوبی هم نداری. یکی دیگر از دلایل تصمیم گیری های نادرست گرایش به کمال گراییه که توی روند بهبود روحیه اصلا کمک کننده نیست. کمال گرایی باعث میشه مدام روی اون تصمیم عالی و بی نقص متمرکز بشی و بعد به خاطر اینکه زودتر سراغش نرفتی خودت رو به شدت سرزنش کنی. واقعیت اینه که کمال گرایی یه مانع خیلی بزرگ توی روند درمان مود پایین مزمن محسوب میشه و اجازه تغییر رو بهت نمیده. یه راه برای مقابله با هر دوی این مشکلات تمرکز روی تصمیماتیه که به اندازه کافی خوبند. نکته کلیدی چنین تصمیماتی اینه که دنبال پیشرفت‌های کوچیک و مستمر باشی، نه حرکات بزرگ یا تغییرات اساسی توی زندگی. بذار یه مثال برات بزنم. احتمالا خیلی شنیدی که ورزش میتونه تفاوت زیادی توی سلامت روان ایجاد کنه، اما وقتی به ورزش کردن عادت نداری خیلی سخته که به یه برنامه ورزشی سنگین متعهد بشی و مدام دنبالش کنی. مثلا اگه یهو تصمیم بگیری هر روز یه ساعت ورزش هوازی انجام بدی، ممکنه برات سخت باشه و بعد از چند روز کلن بیخیال ورزش بشی. درسته که یک ساعت تمرین هوازی ممکنه یه تصمیم درست به نظر برسه، اما تصمیم به اندازه کافی خوب اینه که چند تا ورزش سبک توی برنامه روزانت بگنجونی که واقعا از انجام دادنشون لذت میبری. اگه یک ساعت تقلا و دویدن روی تردمیل خیلی برات سخته، بی خیال باشگاه شو و در عوض با فعالیت‌هایی شروع کن که میتونی ادامش بدی، مثل پیاده روی همراه با گوش دادن به پادکست مورد علاقت. اگه روحیه خوبی نداری و لیست طولانی کارهایی که باید انجام بدی سرسام آوره،
فقط یه اقدام کوچیک رو انتخاب کن که میدونی برات خوبه و به خودت قول بده که هر روز انجامش بدی، درست مثل همون پیاده روی روزانه. احتمالا این کار باعث نمیشه که بلافاصله روحیه عالی و فوق‌العاده‌ای به دست بیاری، اما در عوض باعث میشه یه گام خیلی مهم به سمت بهبود روحیت برداری. در واقع تو با این کار داری مسیرهای جدیدی رو داخل مغزت پیریزی میکنی که ورزش رو به یه عادت همیشگی تبدیل میکنه. علاوه بر این به خودت یادآوری میکنی که هنوز میتونی عادات خوبی رو توی خودت ایجاد کنی. در نهایت وقتی این عادات خوب رو حفظ کردی، اونا هم به نوبه خودشون سلامت روانت رو حفظ میکنن. حالا اگه تونستی یه عادت خوب و سالم ایجاد کنی، اگه سست شدی و نتونستی اون رو توی دراز مدت حفظ کنی چی؟ اگه چنین اتفاقی برات افتاد، سعی کن خودت رو سرزنش نکنی، چون خیلی طبیعیه. در عوض خودت رو به چشم دوستی ببین که داره دوران سختی رو پشت سر میذاره. پس با خودت دلسوز و مهربون باش. خودت رو تشویق کن. به خودت بگو که فردا هم میتونی دوباره امتحانش کنی. دفعه بعد انجام دادنش راحت تره، چون قبلا این کار رو انجام دادی. فصل سوم، یادگیری نحوه مدیریت استراب زندگی رو بهتر میکنه. انتخاب قدم به قدم رفتار سالم مؤثرترین راه برای مقابله با استراب محسوب میشه. اگه با استراب دست و پنجه نرم میکنی، احتمالاً میدونی که اصلاً احساس جالبی نیست. در واقع استراب توی بهترین حالت ناخوشاینده و توی بدترین حالت میتونه کل زندگیت رو تحت کنترل بگیره. استراب چیزیه که همه ما تجربهش میکنیم. در نتیجه اصلاً جای تعجب نداره که یکی از رایج‌ترین سوالاتی که از من میپرسن اینه که چطور اون رو از بین ببریم. مدیریت استراب به این معناست که توانایی مواجهه با ترسات رو داشته باشی. وسوسه انگیزترین راه برای مقابله با ترس فراره، یعنی از روبرو شدن با موقعیت هایی که باعث شعله ور شدن ترس میشه تفره بری. با این حال نکته اینجاست که هرچی بیشتر از ترس اجتناب کنی، توی دراز مدت اون رو قوی تر میکنی. بدتر اینه که اگه به ترس اجازه بدی تصمیمات رو دیکته کنه، زندگیت کوچیک و کوچیکتر میشه. بذار یه مثال برات بزنم. حتما تو هم مثل خیلی از آدمای دیگه به خاطر همه گیری کرونا چشمت از جاهای شلوغ ترسیده. به خاطر همین بعد از یه مدتی سعی کردی اصلا سمت جای شلوغ نری. بعد کم کم متوجه شدی توی وسایل حمل و نقل عمومی و سوپرمارکت ها هم احساس استراب بهت دست میده. بنابراین سعی کردی از این جاها هم دوری کنی. بعد از یه مدتی هم متوجه شدی که دیگه حتی تمایلی به وقت گذروندن با آدمایی که درست اونا رو نمیشناسی هم نداری. در نهایت استراب شرایطی رو به وجود آورده که دیگه به سختی میتونی از خونه بیرون بری. با این اوصاف حالا چطور میتونی زندگیت رو به حالت قبلش برگردونی؟ توی چنین شرایطی اولین گام مهم اینه که به خودت آسون بگیری و همزمان خودت رو در معرض همه موقعیت‌های استراب آور قرار ندی، چون چنین کاری احتمالاً فشار زیادی بهت وارد می‌کنه و باعث میشه زود تسلیم بشی. در عوض سعی کن یکی از این موقعیت‌ها رو انتخاب کنی که به نظر میاد قابل کنترل تره. مثلا برای شروع سعی کن بری داخل یه سوپرمارکت. احساس ترس رو بپذیری و تاب بیاری. بعد بیای بیرون و به خودت زمان بدی تا حالت بهتر شه. اگه روز بعد دوباره این کار را انجام بدی، در طول زمان متوجه میشی که اعتماد به نفست به تدریج داره بیشتر میشه و ترست کمتر.
بعد وقتی دیگه با دیدن یه سوپرمارکت احساس فرار به دست نداد و میتونستی به راحتی واردش بشی، وقتشه که یه عنصر دلهور آور دیگه مثل حمل و نقل عمومی رو انتخاب و به زندگیت اضافه کنی. به هر حال تا زمانی که خودت رو غرق در استراب نکردی، میتونی زندگیت رو لایه لایه پس بگیری. البته ممکنه اصلا گرفتار استراب نباشی، اما بخوای به یه آدم جرأتمندتر تبدیل بشی، توی چنین حالتی هم میتونی از ترفند مواجهه تدریجی با ترس ها برای تقویت اعتماد به نفست استفاده کنی. در واقع اگه جرأت رویارویی با چیزهایی رو پیدا کنی که احساس خفگی بهت میده یا آشوب به دلت میندازه، اعتماد به نفست به مرور زمان افزایش پیدا میکنه. البته باید حواست باشه که این رویارویی رو به طور مکرر و به تدریج انجام بدی و همینطور زمان کافی برای بهبودی در نظر بگیری. علاوه بر این نباید خودت رو توی موقعیت‌های قرار بدی که تو رو دچار وحشت یا ترس شدید می‌کنه. یادت باشه که شجاعت بر اعتماد به نفس مقدم تره. منظورم اینه که تو باید شجاعت کافی برای مواجهه با ترسات رو داشته باشی تا بتونی با اونا مقابله کنی. هر موقعیت جدیدی که توی اون قرار می‌گیری، هر خطر خلاقانه‌ای که به جون می‌خری و هر مهارت جدیدی که می‌خوای یاد بگیری ترسناکه. بنابراین اگه می‌خوای زندگیت رو با خلاقیت، ریسک و رشد پیش ببری، باید بتونی با ترس روبرو بشی. احتمالاً الان داری با خودت میگی گفتن همه اینا خیلی آسونه، اما اگه سعی کردی اعتماد به نفست رو افزایش بدی ولی در عوض توی موقعیتی گیر کردی که به شدت تو رو مضطرب کرد چی؟ اگه فکر میکردی آماده ورود به سوپرمارکت هستی اما توی بخش تره بار تنگی نفس گرفتی چی؟ اول از همه باید بهت بگم که نگران نباش. تو تنها شخصی نیستی که ممکنه با چنین موقعیت‌هایی مواجه بشه. خیلی از مراجعین من هم بودن که وقتی برای اولین بار وارد مطبم شدن، چنین فشاری رو تجربه کردن. به خاطر همین، یکی از اولین مهارت‌هایی که معمولاً به بیماران جدیدم آموزش میدم، تکنیکی به اسم تنفس مربعیه. این یه تمرین آسونه که توی شرایطی که استراب ممکنه به وحشت تبدیل بشه میتونه بهت کمک برسونه. بهترین مزیتش هم اینه که توی هر جایی و بدون اینکه کسی متوجه بشه میتونی انجامش بدی. برای انجام تنفس مربعی باید این کارها رو انجام بدی. اول از همه یه چیز مربعی پیدا کن، مثلا یه پنجره، قاب عکس یا هر چیزی که 4 تا گوشه داشته باشه. توی مرحله بعد به گوشه یه سمت چپ پایین اون شکل مربعی خیره شو. حین نفس کشیدن تا 4 بشمار و نگاهت رو به سمت گوشه بالای سمت چپ حرکت بده. توی گام بعدی نفست رو برای 4 ثانیه نگه دار و نگاهت رو به سمت گوشه بالای سمت راست حرکت بده. بعد در حالی که نگاهت رو به سمت گوشه پایین سمت راست حرکت میدی، به مدت 4 ثانیه نفست رو بیرون بده. بعد دوباره نفست رو برای 4 ثانیه نگه دار و نگاهت رو به سمت گوشه پایین سمت چپ حرکت بده. به این میگن تنفس مربعی. تنفس عمیق استراب رو کم میکنه و دنبال کردن گوشه های مربع باعث میشه تنفس عمیق رو به اندازه کافی ادامه بدی تا آرومت کنه. حتما دفعه بعد که احساس کردی دچار استراب شدی، این روش رو امتحان کن. فصل 4، وقتی به کمک نیاز داری از بقیه کمک بخواه و وقتی میبینی کسی به کمک نیاز داره بهش کمک کن.
کمک خواستن برای خیلی ها کار آسونی نیست. در واقع تابوهای فرهنگی و گرون بودن و در دسترس نبودن جلسات روان درمانی موانعی هستند که اجازه نمیدن سراغ خدمات روان درمانی حرفه‌ای بریم. البته گاهی وقتا حتی درخواست کمک از آدمایی که میشناسیم هم میتونه سخت باشه، به خاطر اینکه افسردگی باعث میشه زمانی که بیشتر از همیشه به این آدما نیاز داریم اونا رو از خودمون دور کنیم. در واقع ما باور داریم اگه به اطرافیانمون نشون بدیم که توی اوضاع روحی نامساعدی هستیم، اونا رو به زحمت میاندازیم و سربارشون میشیم. همین باور اشتباه باعث میشه تا از همه دور بشیم، چون فکر میکنیم حال بد و افسردگی ما حال اونا رو هم بد میکنه. با این حال اگه یه روز تو هم دچار چنین حسی شدی، این نکته مهم رو یاد داشته باش که تأثیر مثبت حمایت اجتماعی یه چیز دو طرف است. مطالعات ثابت میکنه وقتی شخصی نسبت به یه شخص دیگه حمایت هرچند ناچیزی نشون میده، ماهیت درونی مغز اون آدم طوری تغییر میکنه که خودش هم عواطف مثبتی مثل شجاعت و امید رو تجربه میکنه. این کار حتی میتونه به این آدم توی مقابله با اثرات مضر آسیبهای روحی و استرس مزمن کمک کنه. در واقع اصل حرفم اینه که وقتی به عزیزانت اجازه میدی توی روزهای سخت بهت کمک کنن، نه تنها در حق خودت بلکه در حق اونا هم کار خوبی کردی. حالا که به تأثیرات مثبت و دو طرفه کمک خواستن پی بردی، وقتی مود پایینی داشتی از تلفن زدن به دوستات نترس. ارتباط انسانی یکی از قدرتمندترین ابزارها برای حفظ سلامت روان محسوب میشه و انزوای اجتماعی صرفاً افسردگی رو بدتر میکنه. البته میدونم که اولش ممکنه سخت باشه، مثلا ممکنه احساس کنی اصلاً چیزی برای گفتن نداری. این کاملاً طبیعیه. فقط کافیه هر فکری رو که میتونی بیان کنی به اشتراک بگذاری، یا فقط کنار بقیه باشی و اونا رو تماشا کنی، یا توی سکوت باهاشون قدم بزنی. تحقیقات نشون میده صرفاً بودن کنار اشخاصی که بهت اهمیت میدن مفیده. حتی وقتی که تمایلی به بودن کنارشون نداری. احتمالاً یه روزی میرسه که خودت رو دقیقاً توی موقعیت برعکس میبینی. یعنی میبینی که داری از شخصی که روزای سختی رو میگذرونه حمایت میکنی. حمایت از شخصی که دوستش داری و توی اوضاع سختی گیر کرده میتونه استرس‌زا باشه و حس بی‌کفایتی بهت بده. با این حال باید به یاد داشته باشی که مراقبت از بقیه توی روزای سخت و استرس‌زا یکی از راه‌های تسکین خود ما هم هست. اگه یه روز نقش حمایت از عزیزانت رو به عهده گرفتی، میتونی از نکاتی که در ادامه بهت میگم استفاده کنی. اول از همه قدرت بودن کنار شخصی رو که افسرده است اصلا دست کم نگیر. اگه مرتب جویای احوالش بشی و نشون بدی که بهش اهمیت میدی، میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. اگه نمیدونی چی میبگی یا چطور بهش کمک کنی، از خودش بپرس که چه کمکی میتونم برات انجام بدم. معمولا شخصی که میخوای ازش حمایت کنی بهتر میدونه که به چی نیاز داره. در عوض چیزی که معمولا نمیدونه اینه که کسی توی زندگیش هست که دوست داره بهش کمک کنه. اگه شخصی که دوستش داری بیماری خاصی داره، حتما سعی کن در مورد بیماریش تحقیق کنی تا بتونی در مورد چالش‌های خاصی که باهاش روبرو میشه اطلاعات دقیق‌تری به دست بیاری. توی مرحله بعدی توی کارهای عملی بهش کمک کن.
کسی که دچار درد عاطفی شده ممکنه حتی از فکر انجام کارهای ساده‌ای مثل ظرف شستن یا شام پختن دچار سرسام و آشفتگی بشه. بنابراین اگه توی چنین کارهایی بی سر و صدا بهش کمک کنی، آرامش خاطر قابل توجهی براش ایجاد کردی. علاوه بر این سعی کن با دلسوزی و گشاده رویی به حرفاش گوش بدی و نصیحتش نکنی، مگه اینکه خودش بخواد. در عوض با تکرار حرفاش و دادن بازخورد بهش نشون بده که براش احترام قائلی و خوب به حرفاش گوش میدی. البته شاید بعضی وقتا هم خوب باشه که موضوع بحث رو عوض کنی. اهمیت دادن به کسی که دوستش داری به این معنا نیست که باید تمام مدت رو روی سختی‌ها و تقلاهاش تمرکز کنی. در عوض حواس پرتی و صحبت در مورد چیزهای جدید هم میتونه مفید باشه. ارتباط انسانی یکی از قدرتمندترین دیوارهای دفاعی ما در برابر مود پایین محسوب میشه. مطالعات نشون میده روابط با کیفیت از سلامت جسمی و عاطفی ما در طول زندگی محافظت میکنه. روابط خیلی بیشتر از پول، شهرت، طبقه اجتماعی، ژن و همه چیزهایی که یاد گرفتیم مدام دنبالشون باشیم ما رو خوشحال میکنه. البته اگه شخصی توی زندگیت نبود که همین الان بتونی بهش زنگ بزنی و باهاش صحبت کنی اشکالی نداره، چون هیچ وقت برای ایجاد روابط معنادار با بقیه دیر نیست. درمانگران میتونن بهت کمک کنن این توانایی رو یاد بگیری یا دوباره به دست بیاری. اگر روی خودت کار کنی روابطت بهتر میشه و اگر روی روابطت کار کنی سلامت روانت بهبود پیدا میکنه. سخن پایانی. خلاصه کتاب چرا تا به حال کسی اینها رو به من نگفته بود میخواد این رو بهت بگه که تو میتونی با پیدا کردن و رفع نیازهای برآورده نشده‌ای که باعث درد عاطفی شدن سلامت روان خودت رو بهبود ببخشی. در واقع تمرکز روی تصمیمات به اندازه کافی خوب به جای تصمیمات درست باعث میشه آروم آروم به هدفت نزدیک و نزدیکتر بشی. علاوه بر این رویارویی با ترس بهت کمک میکنه اعتماد به نفست رو افزایش بدی و از اضطراب دور بشی. در نهایت برای بهبود هرچه بیشتر سلامت روان سعی کن روابط تو با بقیه تقویت کنی و دوستهایی پیدا کنی که توی روزهای سخت بتونین به خوبی از همدیگه مراقبت کنی. البته درسته که استراتژی‌های مطرح شده توی این کتاب میتونه بهت کمک کنه سلامت روانت رو بهبود بدی، اما بعضی وقتا نیازه که حتما از یه درمانگر حرفه‌ای کمک بخوای. در واقع اگه واقعا نگران سلامت روانتی و بهبودی مشاهده نمی کنی بهتر دنبال یه درمانگر حرفه‌ای بگردی. اگه چنین خدماتی در دسترس نیست اشکال نداره، در عوض میتونی منابعی پیدا کنی که همه چیزهای لازم رو بهت یاد بده و به کمک و حمایت عزیزان مورد اعتمادت تکیه کنی. با سپاس، علیرضا میر هستم از کانال انگیزشی آموزشی لیلوما جویا. کتاب‌های صوتی از کانال لیلوما جویا. با خواندن و هدیه دادن کتاب آگاهی و دانش را گسترش دهیم.